سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی از برنامه ارتباط مستقیم ویژه فاجعه کرونا و راه حل ها با شما عزیزان همراه هستیم. این روزا که رژیم آخوندی به شدت در صدد هست که عادی سازی بکنه، حتی وزیر ورزش رژیم رو فرستادن که اعلام بکنه که از دو روز آینده در ورزشگاه ها باز خواهد شد. با همون شدت هم رژیم در صدد ایجاد اختناق علیه کاربران فضای مجازی یا هر آن کسی است که خبرهای گسترش کرونا رو به گوش مردم برسونه. امروز اشتری سرکرده نیروی انتظامی رژیم اعلام کرد که 320 نفر که در فضای مجازی خبرهای کرونا رو منتشر می‌کردن رو دستگیر کرده. به این ترتیب هیچ جای تردیدی باقی نمونده و کاملا مشخص میشه که رژیم با چه حرص و ولعی مردم رو داره به قتلگاه کرونا میفرسته. پس به طور خاص باید به همه اونهایی که با احساس مسئولیت ملی برای آگاه کردن و هوشیار کردن مردم خبرهای واقعی کرونا رو به دست ما میرسونن تا بتونیم منتشر بکنیم و از تهدیدات رژیم بیم و باکی به دل راه نمیدن و پشیزی براش ارزش قائل نیستن، بایستی درود بفرستیم به همه عزیزانی که در این زمینه با ما به طور خاص همکاری کردن و گزارشات خودشون تهیه میکنن. درود میفرستیم و برنامه ارتباط مستقیم امروز رو در رابطه با فاجعه کرونا و راه حل ها با هم دنبال میکنیم. امروز یه سری از مسائل که بهداشتی و هرچند که آخوند روحانی خیلی تلاش میکنه که اوضاع رو عادی جلوه بده، اما هر روز خبر از بحرانی شدن یکی از استانهای کشور یا چند استان کشور از تو دم و دستگاه خود رژیم میرسه. از جمله خبرگزاری حکومتی مهر اعتراف کرد که وضعیت کرونا در خوزستان بحرانی شده و اضافه کرد که مسئولان توان مهار ویروس را ندارند. از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم نوشت که کار به جایی رسیده که آمار ابتلا به بیماری کرونا در استان خوزستان در حال رسیدن به روزانه 200 نفر است. Thank you.
کارخونه دروغ بافی های رئیس جمهور نظام ولایت آخوندی بی وقفه کار میکنه. امروز هم تولید جدیدی داشت. اون این بود که گفت در گفتگو با رئیس جمهور ازبکستان با اشاره به موفقیت های موهوم نظام آخوندی در مسیر کرونا و ساخت تجهیزات و امکانات مورد نیاز در این زمینه از جمله کیت های تشخیص و دستگاه ونتیلاتور، گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال تجربیات و تأمین نیازمندی های ازبکستان برای مبارزه با کرونا است. حالا اگر به قول معروف از پله های این کاخ دروغ یک کمی بیایم پایین و بریم به کف خیابون و داروخانه های همین تهران و یک نگاهی بندازیم، ببینیم که وضعیت چیست. گزارش کوتاهی رو با هم ببینیم. الان توی داروخانه که ماسک خیلی کم هست با دستکش، ولی محلولا الکل هر کس که بخواد حدی که ما بتونیم تامین میکنیم. ماسک البته ما موجودیمون خیلی خیلی کمه، به مردم ماسک نمیتونیم واقعا بدیم. دستکش نه، متاسفانه فعلا خود ما هم نداریم. دستکش هم داریم. لاتکس هم داریم. قیمتش چنده؟ 150,000 تومان. هر بسته. 100 تا. دستکش معمولا شرکت ها میاره. ما کارگریم. قش کارگر از کجا بیاره 35,000 تومان بده به اسپری، 5,000 تومان بده دو سه ساعت برای ماکس. بله، این هم وضعیت دردناک و در واقع نمکی که رو زخم مردم میپاشه رئیس جمهور ارتجا با اون دروغ‌هایی که میگه. متعرض شدیم که هموطن گرامی اعظم از آمریکا روی خط هستن، لطفا بفرمایید. درود به شما. سلام به کانون‌های شورشی و واقعا اظهار تأسف به خاطر زلزله به هموطنان عزیزمون در ایران. باید بگم که در حاکمیت این آخوندهای جنایتکار، چه در رابطه با کرونا و چه در رابطه با زلزله، می‌بینیم که آسیب پذیری مردم ما خیلی بالاست. این رژیم اولا با آمارهای دروغین در مورد کرونا و تلفات وحشتناکی که به راستی قلب هر انسانی رو به درد میاره، این ویروس خطرناک رو سعی میکنه خیلی ساده جلوه بده، کاری برای مردم میکنه و تمام امکاناتی که باید در اختیار مردم قرار داده بشه به وسیله اینا چپاول شده و این تلفات هم در حال افزایشه و اون وقتی خامنه ای وقیح با بی‌شرمی تمام مشغول موشک پرانی و و سرمایه های مردم هم که در سوریه و عراق و لبنان و به این خرج مزدورا شروع میشه. اخیرا هم که الان به خاطر حمله های اسرائیل مجبور شدن نیروهاشون رو بکشن بیرون، یعنی گورشون رو دیگه باید گم کنن. البته این استراتژیشون به سنگ خورده از طرفی، چرا که این رژیم قدر قدرتیشو فقط از اینا میگرفت، از دخالت در و کارهای تروریستی در همین کشورهای عراق و لبنان و یمن و غیر سوریه. ولی واقعیت اینه که اینقدر این رژیم نامشروعه، یه کار خنده‌دار تازه اخیراً کرده که این خیلی واقعا مسخره است. نشون میده این رژیم اونقدر نامشروعه که مشروعیت خودشو از کسی، یعنی گدایی میکنه که یکی از مهره‌های رژیم سابق بوده و اونم نامشروع و اونم خیانتکار بوده، در یوزگی مشروعیت میکنه. ببین کار این رژیم به کجا رسیده، دیگه باید بخونیم دیگه. ولی باید بگم که مردم ما باید بدونن تنها راه حل قیام و شورشه. باید ریشه این آخوندهای جنایتکار رو کند، از ریشه کند تا آرامش، آبادی، آزادی به کشور ما برگرده. ممنونم که این وقت رو به من دادیم. خدا نگهدار. درود بر شما خواهر گرامی عزم. و چقدر خوب با ساده ترین و روان ترین شکل در واقع وضعیت بحرانی رژیم و از دست رفتن اون به اصطلاح اقتدار و قدرتی که میخواست نمایش بده رو توضیح دادید. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اجازه بدید که بپردازیم به ارتباط مستقیم در رابطه با بحران کرونا. این روزا وزارت بهداشت رژیم اسامی شهرهای سفید و قرمز رو از نظر ابتلا به کرونا اعلام میکنه، اما یه مدتی که آدم دقت میکنه تو فهرست این شهرها، میبینیم که خود اینم باز دوباره تبدیل شد به یک روشی برای فریب و فرار از حل مسئله و وقیحانه انداختن تقصیر به گردن مردم. چون وقتی که شهر قرمز اعلام میشه،
یعنی باید قرنطینه بشه. بعد حقوق مردمی که معیشتشون در اون شهر قرمز ضربه میخوره از طرف دولت پرداخت بشه دیگه. همینطور حقوق مردمی که با تردد به اون شهرها برای کار یا خرید و فروش یا هر اقدام تجاری میرفتن باید اینا پرداخت بشه، وگرنه که اعلام اسم یه تعدادی شهر به اسم سفید یا قرمز دیگه چه مسئله رو حل میکنه؟ اونم در حالی که رژیم خودش داره مردم رو تشویق میکنه به رفتن به سر کار. به فهرست شهرهای قرمز اعلام شده تو این طرح فریبکارانه لطفا نگاه بکنید و ببینید که چه گستردگی داره.